ما نمی توانیم راجع به عزت مردم غزه و حزب الله و لبنان صحبت بکنیم. عزت مردم خودمون رو هموطنان عزیز سلام. روی سخن امروز من با شما هممیهنان ارجمندی است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و که پس از آن به دلایل مختلفی از قبیل تحصیل، کار، فعالیت‌های اقتصادی و یا دلایل شخصی دیگر از زادگاه و میهن خود به نقاط مختلف جهان سفر کرده و در آنجا مقیم شده. روی سخن من با میلیون ها نفر ایرانی مقیم و یا ایرانی تبارهایی است که در خارج از کشور آبا و اجدادی خود قلبشان برای ایران می تپد و همواره به ریشه و هویت ایرانی خود افتخار می کنند. آنانی هست که جزو خانواده بزرگ و خوشنام ایرانیان خارج از کشور به شمار می روند و با پشتوانه غنای فرهنگی و تمدنی ایران زمین از قدرت تأثیرگذاری فرهنگی، اقتصادی، سیاسی بر مردم به کشوری که در آن زندگی میکنند برخوردارند. سخن امروز من با کسانی است که به میراث تمدنی، فرهنگی، علمی و اقتصادی نیاکان و خانواده‌های بزرگ ایرانی خود میبالند. مخاطب امروز من سفیران فرهنگ و تمدن تاریخ سرفراز این مرز و بوم است که علی‌رغم شرایط نامساعدی که طی چند سال اخیر به واسطه سیاست‌های غلط در بسیاری از کشورهای جهان علیه ایران و ایرانی ساخته شده و غرور آنها را جریحه‌دار نموده، همچنان مفتخر و گواهی است و با افتخار ندای ایرانیت سلام ایرانیت. روی سخن من با کسانی است که برخلاف این پندارهای ناسواب و تلاشهای ناآگاهانه آن را نه تنها تهدیدی برای جمهوری اسلامی را نمی‌داند، بلکه بر این باورم که این عزیزان فرصت ارزنده‌ای برای ترقی و توسعه کشور عزیزمان ایران محسوب می‌شوند. اگر این است که بسیار از شما ایرانیان سرفراز در هر محیط و هر کشوری که زندگی می‌کنید علی رغم مشکلات فراوان پیش رو مایه مباهات و سربلندی و افتخار ایران ایرانی بوده و توانستید به کسب مدارج علمی و عالی و برجسته علمی و در هر جنبه اندیشمندان مخترین مدیران پروژه های بزرگ و مقامات عالی دولتی تاثیرگذار و تصمیم گیرندگان سیاست های خارجی، سیاست خارجی، دفاعی، اقتصادی و فرهنگی کشور محل اقامتتون در آمده، سرفرازی تمام ایرانیان مقیم آن کشور را در خان آمده. روی سخن امروز من با فرد ایرانیان نیست که امروز در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران برای نشان دادن بلوغ فکری و سیاسی خود در صدد تأثیرگذاری جدی و عملی انتخاب مسیری درست در مدیریت کلان کشور می باشند و مصمم هستند که نگذارند رأی و صدای مؤثر آنان در همهمه و کوه‌های بلندیشان و سرقالان محو شد.
امروز سرنوشت آینده کشور در گروه انتخابات و نتیجه انتخابات در گروه مشارکت همه آحاد ملت است. و من امروز در این برهه حساس از تاریخ کشورمون صادقانه و خاضعانه از ایرانیان عزیز خارج کشور که خواهان عظمت ایران و عزت و کرامت ایرانی در داخل و خارج می باشند می خواهم تا با مشارکت فعال در انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سهم خود را در ترسیم آینده کشور و تحکیم پایه‌های مردم سالاری ایران ادا نمایید. حضور حماسه‌ساز شما نماینگر اراده شکست‌ناپذیر ملت بزرگ و تاریخ‌ساز ایران است که می‌خواهد حاکم بر سرنوشت خود و پاسخگوی فرزندانمان باشد که لاجرم آینده کشور در دست‌های پرتوان آنان خواهد بود. عزیزان دور از وطن، من به سهم خود تلاش خواهم کرد تا در صورت به دست گرفتن زمام قوه مجریه کشور با در پیش گرفتن سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی ایران به تنش جدایی به اعتماد سازی با جهان پرداخته به حفظ حیثیت ملی و شأن و عزت ایرانی در هر کجای جهان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهم. بر این باورم که در صورت تعامل سازنده و منطقی با جهان با دارنده گذرنامه ایرانی در سفارتخانه‌های خارجی و فرودگاه‌ها با احترام در خور شأن یک ایرانی متمدن رفتار شده و اعتبار به حیثیت و سربلندی ایرانیان در خارج بازسازی خواهد شد. از نظر من هر اقدامی که در مناسبات خارجی باعث خدشه‌دار شدن عظمت و غرور فرهنگی ایران شود غیر قابل قبول و مردود است. همان گامی که در برنامه گفتگو با هموطنان خارج از کشور گفتم، بر این اعتقادم که ایران سرزمین همه ایرانیان است. ایران سرزمین همه ایرانیان است. یک بار دیگر میگویم ایران سرزمین همه ایرانیان است. و شهروندان ایرانی در داخل و خارج از حقوق شهروندی یکسانی برخوردارند. و من رئیس جمهور تمام مردم ایران زمین خواهم بود. برای من ایرانی ساکن سرزمین مادری و یا مهاجر دور از وطن و همه اقوام و ادیان و طوایف یکسانند و دفاع از حقوق همه آنان وظیفه رئیس جمهور. یقین من به عنوان رئیس جمهور آینده کشور با در پیش گرفتن سیاست کاهش انزوای ایران در جهان از منافع ملی خودمان دفاع خواهم کرد. در داخل و خارج تعامل سیاسی را جانشین تقابل سیاسی کنونی خواهم کرد و در این رهگذر راهنمایی نخبگان علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مقیم خارج را انتظار دارم. من از شما انتظار دارم که در این زمینه به من یاری کنید.